Hey there again my lovely friends. How are you doing today? I hope you're all doing fantastic. سلام رفقا، خوش اومدید به ویدیوی دیگه از آموزش زبان با سریال Game of Thrones. امروز قراره دوباره دو تا کلیپ رو بررسی کنیم. 5 تا اسلاید داریم، 5 تا عبارت و لغت و فریز آور و همه چی. یه مرور داشته باشیم. امروز می‌خوایم فلیت رو بررسی کنیم. فلیت به عنوان یک اسم، portion sent after someone. چه باحال، فریزال ورب. Unparalleled adjective، یک صفت. و represent به عنوان یک فعل. اینا رو قراره توی ویدیو بشنویم و با هم بررسی کنیم. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو، لطفا یادتون نره که ویدیو رو همینا لایک کنید، کانال سابسکرایب کنید و زنگ نوتیفیکیشن رو بزنید و برای هماهنگی برای کلاس‌های خصوصی و آنلاین و کلاس‌های فری دیسکشن که به صورت دست جمعیه و در تهران برگزار میشه و موضوعش تمام مکالمه و فان و بازی و ایناست، تمام به انگلیسی، میتونید با جیمیل زی یا کانال تلگرامی زی هماهنگ بشید. Let's go. All right, let's watch the first clip and then we're gonna check it out. Let's go. We need to find Euron Greyjoy's fleet and sink it. Your Grace, he's already destroyed a good portion of our fleet. To send our remaining ships after him. I'm not talking about sending our ships after him. خب ویدیو اول رو دیدیم، بریم ببینیم که چی ها گفته شد. We need to find Euron Greyjoy's fleet. We need to find Euron Greyjoy's fleet and sink it. Euron Greyjoy نترسید اسمه. Euron Greyjoy میگه که ما باید، ببین اینجا اسم مالکیت، Euron Greyjoy's fleet، مثلا من بگم we need to find Amir's fleet، فلیت امیر رو پیدا کنیم. کاش من فلیت داشتم واقعا. Euron Greyjoy's fleet and sink it. Sink مشخصه، غرقش کنیم. حالا بریم ببینیم فلیت به چه معنیه. Fleet, it's a noun, a group of ships or all the ships in a country's navy. میگه یه گروهی از کشتی ها یا تمام کشتی ها توی یک نیروی دریایی کشور. اوکی، پس به ارتش کشتی ها میگن فلیت. آرمی آف شیپس نداریم، فلیت داریم. حالا آرمی برای افراد و سولجرز ها میشه. For example, the entire Spanish fleet was defeated within 6 hours. میگه تمام ارتش کشتی های، یا اون باید بگیم ارتش کشتی دیگه، تمام اون نیروی کشتی های اسپانیا شکست خورد، گذشته و مشهور was defeated، نگفته توسط کی ولی مشهوره، was defeated within 6 hours، ته 6 ساعت کلشون غرق شدن. Another example, the British fleet came under attack by enemy aircraft. میگه که نیروی دریایی یا نیروی کشتی بریتیش came under attack. ببینید come under attack یعنی تحت حمله قرار گرفتن. وقتی میخوام بگم ما تحت حمله قرار داریم، میگن we are under attacked. Okay, we are under attack. مثلا میگیم we are under a lot of pressure، تحت فشار خیلی زیادی هستیم. We are under attack یعنی تحت حمله هستیم. By enemy aircraft، توسط نیروهای هوایی دشمن. Aircraft همون نیروهای هوایی که موشک و هواپیما و اینا. برای همین میگه we need to find Euron Greyjoy's fleet and sink it. نیروی دریایی فلیت Euron Greyjoy باید پیدا کنیم، کشتیش رو پیدا کنیم و غرقشون کنیم. ببین اینجا گفته fleet و گفته sink it. نکته رو ببین، fleet با این که میشه جمعی از کشتی ها ولی خودش مفرده، آرمی هم مفرده. Okay. The army of enemies is coming toward or is marching towards us. مثلا میگن ارتشی از دشمنان داره به سمت ما میاد. Is coming میگیم. اینجا هم گفته sink it، نمیگیم sink them. Sink it. Your Grace, he's already destroyed a good. Your Grace, اعلی حضرت، he's already destroyed a good portion of our fleet. He is مخففه he has a. یعنی نابود کرده، اثرش هم هنوز هست. Present perfect. Already میاد برای اینکه تاکید کنه این اتفاق همین جوریش از قبل افتاده، یعنی تا همین الانش هم کلی از نیروهای ما رو از بین برده. He has already destroyed، بخش سوم، destroyed a good portion of our fleet. Good portion خیلی عبارت باحالیه، توی همه مکالمات میتونید استفاده کنید. بریم portion اول بررسی کنیم. Portion, it's a noun, a part or share of something larger. میگه یک بخش یا سهمی از یک چیز بزرگتر. For example, a large or a major portion of the company's profit goes straight back into new projects. میگه که بخش اعظمی، بخش عمده‌ای، ببین این پورشن میتونه بخش باشه، بخش اعظمی یا بخش بزرگی از سود کمپانی مستقیم میره توی پروژه های جدید. Alright.
Another example, I accept my portion of the blame. چه عبارت قشنگی. میگه من بخش خودم یا سهم خودم از تقصیر رو میپذیرم. Of the blame اینجا یعنی شما یه اشتباهی کردی. اینجا دیگه خود blame یعنی سرزنش کردن. میتونی بگی من بخش خودم از سرزنش رو میپذیرم. ولی من اینجا بهتره بگی که من بخش خودم یا بخش اون قسمت تقصیر خودم رو میپذیرم. یعنی اشتباه خودم رو میپذیرم. بخش اشتباه خودم رو میپذیرم. خیلی جمله قشنگیه این. بر همین داره میگه He has already destroyed a good portion of our fleet. میگه اون همین الانش هم از بین برده بخش عمده ای از یه good portion بخش زیادی از نیروی دریایی ما رو. To send our remaining ships after him. Send after. Send after نکته داره. میریم بررسی میکنیم. این که بفرستیم کشتی هایی که مونده از همون remaining یعنی باقی مونده. کشتی هایی که بعد از اون نابود شدن هنوز باقی موندن به دنبالش. حالا بریم send after رو بررسی کنیم. Send after. It's a phrasal verb. To request that someone or something be brought. To send for someone or something. دو تا معنی میتونه داشته باشه. یکی درخواست بده که یه چیزی یا یه شخصی آورده بشه نزدت یا جایی رفته بشه یا یه نفر رو بفرستی سراغ یه چیزی یا یه شخصی. حالا مثال داشته باشیم. For example, let's send after a taxi to take us to the airport. میگه که آقا let's send after a taxi یعنی که آقا بیاید بگیم یه تاکسی بیاد که ما رو ببر ایرپورت. این معنی اولش میشه. To request that someone or something be brought. یه چیزی بیارن. Let's send after a taxi یعنی که آقا بیاید تاکسی بگیریم که بریم فرودگاه. Another example, you should send after a doctor. اینم به همون معنیه. بعد بگی یه دکتر بیاد ویزیتت کنه. You should send after a doctor. بعد یه دکتر بگی بیاد. حالا مثال آخر. This is an emergency. The telephone was out, so we went someone after an ambulance. میگه که این یه شرایط اضطراری بود. تلفن ها was out یعنی قطع بود. So we sent someone. یه چیزی میاد اینجا. Send someone after something. یه نفر رو فرستادیم که بره آمبولانس بیاره. حالا اگه به جای آمبولانس شخص باشه we send someone after رضا یعنی ما یه نفر رو فرستادیم که بره دنبال رضا. اوکی؟ حالا یا بره رضا رو بیاره یا بره بهش برسه. برای همین تو ویدیو میشه to send our remaining ships after. ببین بین send after یه چیزی اومده. میگه اگه بخوایم بفرستیم کشتی‌های باقی موندهمونو که اونو برن بیارن یا برن دنبال اون یا اونو پیدا کنن برامون سودی نداره چون همین الانش بخش اعظمی از فلیت ما از بین رفته. I'm not talking about sending our ships after him. میگه من راجع به فرستادن کشتیامو به دنبال اون حرف نمیزنم. اوکی ویدیو اول بررسی کردیم بریم یه بار دیگه ببینیم الان که کامل فهمیدید بریم سراغ ویدیو دوم. We need to find Euron Greyjoy's fleet and sink it. Your Grace, he's already destroyed a good portion of our fleet. To send our remaining ships after him. I'm not talking about sending our ships after him. All right, let's watch the second clip. Your experience and wisdom in financial matters unparalleled. He said he would be honored to have you represent the crown's interests in the same. The honor is all mine, Your Grace. Okay, ویدیو دوم نگاه کردیم. حالا بریم با هم بررسی کنیم دوستان. He called your experience and wisdom in financial matters unparalleled. Unparalleled. شاید از تلفظش سخت باشه. میگه اون تجربه و خرد تو رو در مسائل مالی unparalleled خطاب کرد. اینجا کال به معنی خطابه. اون تجربه و خرد تو رو در مسائل مالی unparalleled خطاب کرد. حالا unparalleled به چه معنیه؟ Unparalleled یک صفته. Having no equal, better or greater than any other. یعنی که هیچ برابری نداشت. همین نوعی کل کسی هم همتا مانندش نباشه. بهتر و بزرگتر از هر کدوم باشه. بی مانند، بی همتا. For example, they enjoyed success on a scale unparalleled by any previous rock band. میگه که آنها از موفقیت توی یک معیار یا قیاس بی همتایی لذت بردن بیشتر از هر گروه راکی که قبلا بوده. Unparalleled. Another example, we have an unparalleled record of solid growth. میگه که ما یک رکورد بی همتا داریم، بی مانند داریم توی رشد سعودی، رشد محکم. سالید میشه قاطع. رشد سالید میشه قاطع و محکم. مثلا میگن سالید پروف یک مدرک قاطع، مدرکی که محکم باشه، بتونه تو رو از مثلا مشکل در بیاره. Solid growth هم میشه رشد سعودی، رشدی که فقط رشد بوده، رشد محکم و قاطع.
پس we have an unparalleled record of solid growth. بر همین میگه که he called your experience and wisdom in financial matters unparalleled. اون تجربه و خرد تو رو تو مسئله مالی بی همتا خطاب کرده. Matters unparalleled. He said he would be honored to have you represent the crown's interests. He said he would be honored. جمله مجهوله. He said میگه که او گفتش که ببین گذشته ساده رو میگیم چون این اتفاق افتاده. He said he would be honored. اگر این اتفاق هم بیفته در آینده حالا نمیدونیم که خیالی. He would be honored. باعث افتخارش خواهد بود. مفتخر خواهد شد. To have you represent the crown's interest in the same. حالا represent به چه معنیه؟ Represent یک فعله. To speak, act or be present officially for another person or people. این که حرف بزنی یا act کنی یا به صورت رسمی حضور داشته باشی برای دیگران یا شخصی. Represent یعنی بیان کردن یا حضور داشتن. For example, I send my husband to represent me at the funeral. ببین اینجا داره میگه که من همسرم رو فرستادم که توی مراسم خط جای من حضور داشته باشه، نه اینکه حتما حرف بزنه. ببین اینجا به معنی پریزنتشه. تو نمیتونستی بری، من همسرم رو فرستادم که جایگزین من باشه، به جای من بره اونجا تو مراسم خط، نقش من رو ایفا کنه، به جای من بره. Represent me at the funeral. Another example. We represented our demands to the boss. اینجا میشه بیان کردن. ما درخواست هامون رو به رئیس بیان کردیم. عنوان کردیم. We speaked. Okay? We represented our demands to the boss. برای همین میگه he said he would be honored to have you represent the crown's interest in the same. میگه که اون مفتخر خواهد بود که تو علایق و interest های پادشاه رو، کسی که چیزایی که دوست داره رو represent کنی، بیان کنی. این the same به همین طریق. این the same منظورش همون جوریه که تو مسائل مالی انقدر خوب اکت میکنی که آن پرالده بتونی توی اینترست های کراون هم رپرزنتشون کنی. باعث افتخاره که بتونی اینا رو هم رپرزنت کنی همونقدر که اون کارو خوب انجام میدی. The honor is all mine, your grace. هم که خیلی همون میدونیم. The pleasure is all mine. The honor is all mine. افتخار همش از آن بنده است اعلی حضرت. The honor is all mine. The honor is all ours. میتونه همش ours باشه، یعنی هم افتخار برای ماست. خب ویدیو دوم هم دیدیم، بریم یه بار دیگه با هم نگاه کنیم. Your experience and wisdom in financial matters unparalleled. He said he would be honored to have you represent the crown's interests in the same. The honor is all mine, your grace. Thank you for watching, guys. مرسی که تماشا کردید. به پایان ویدیو رسیدیم. خداییش لغات خوبی داشتیم. اگه بخوایم یه مرور داشته باشیم، fleet میشه ارتش کشتی ها، نیروی دریایی، portion میشه بخشی از یک چیزی، send after اینکه یه نفر رو بفرستی دنبال یه نفر دیگه، یا بخوای بگی که یه نفر بیاد، مثلا دکتری بیاد، تاکسی بیاد. unparalleled یعنی که بی همتا. represent بیان کردن یا act کردن یا به نام یا حضور داشتن به جای یک چیز دیگه، نمایان کردن یک چیزی. اگه ویدیو رو دوست داشتید لطفا ویدیو رو لایک کنید، کانال سابسکرایب کنید، زنگ نوتیفیکیشن رو بزنید و این ویدیو رو برای دوستتون بفرستید لطفا. و برای هماهنگی برای کلاس‌های خصوصی آنلاین و کلاس‌های دست جمعی و فری دیسکشن که در تهران برگزار میشه، میتونید با جیمیل زیر یا کانال تلگرام زیر هماهنگ بشید. تا ویدیوی بعدی، تیک کیر.